همه دشمنان ایران به خوبی بدونند ملت ایران و مسئولین کشور به موقع مناسب پاسخ این جنایت رو خواهند داد. واکنش ها به ترور محسن فخریزاده، مقام ارشد وزارت دفاع ایران. آیت الله خامنه ای خواستار مجازات عاملان و آمران شد. اسرائیل سفارتهایش را به حالت آماده باش درآورد. از کارل بیلت، نخست وزیر سابق سوئد و رئیس مؤسسه مطالعاتی شورای روابط خارجی اروپا میپرسیم معنای پیام همدردی اتحادیه اروپا با ایران چیست؟ همچنین از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک میپرسیم که آیا این ترور بر چشمانداز روابط ایران و آمریکا در دولت بایدن سایه خواهد انداخت؟ همچنین در برنامه امشب دکتر محسن فخریزاده head of project Ahmad put it. Remember that name, Fakhrizadeh. So here's his director, right here. مردی که نخست وزیر اسرائیل گفته بود اسمش را به خاطر بسپارید. محسن فخریزاده که بود و حذفش چه تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد داشت؟ در این رابطه با معاون مدیر کل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه خواهیم بود و از او درباره نقش محسن فخریزاده در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران می‌پرسیم. سیر ادامه دار حذف افراد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، چرا تهران در حفاظت از شخصیت‌های کلیدی ناکام مانده؟ و با حذف یک مهره کلیدی دیگر در سیاست‌های نظامی ایران، برنامه راهبردی تهران به چه سمتی خواهد رفت؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ایران هنوز در شوک یک ترور است. ترور محسن فخریزاده، یک مقام وزارت دفاع که نام او در کنار یک برنامه حساس و فوق سری برده می شد. منابع غربی می گفتند که او دست کم در گذشته حلقه اتصال برنامه هسته ایران با یک پروژه نظامی بوده، پروژه موسوم به آماد، ولی ایران همیشه بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته خود تاکید کرده. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از او به عنوان دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی یاد کرده. مقام‌های کشوری و لشکری ایران از انتقام سخن گفتند. تا اینجا انگشت اتهام به طرف اسرائیل است. آمریکا رسما واکنشی نشان نداده. اتحادیه اروپا این ترور را اقدامی مجرمانه و ناقض اصول حقوق بشر دانسته و سازمان ملل خواستار حفظ آرامش و خیشتنداری شده. این ترور ضربه سهمگین دیگری بر نهادهای امنیتی ایران به حساب می آید. چرا نهادهای امنیتی ایران اینقدر آسیب پذیر شدند؟ حذف محسن فخریزاده در شرایط فعلی چه پیام ها و پیامد هایی دارد؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از کیوان حسینی. اینجا بلوار آبسرد است. غروب جمعه و ساعتی بعد از ترور محسن فخریزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، کسی که از او به عنوان یک دانشمند و مدیر مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای نام برده می‌شود. در اینجا ابتدا انفجاری رخ داده، سپس خودروی حامل آقای فخریزاده به گلوله بسته شده. محسن فخریزاده به دلیل شدت جراحات اینچنین به بیمارستان منتقل شده، اما حدود نیم ساعت بعد درگذشته است. محل این ترور جایی در نزدیکی تهران است، در حوالی جاده فیروزکوه. همه اتاقهای فکر و همه دشمنان و حالا همه نگاه ها به مقام های عالی رتبه ایرانی است. ملت ایران و مسئولین کشور شجاعتر از آن هستند که و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد. رهبر ایران نیز یک روز پس از ترور محسن فخریزاده در پیامی گفته که مسئولان باید اول عاملان و آمران ترور را مجازات کنند و بعد تلاش‌های علمی او را ادامه دهند. اگرچه به شکل رسمی هیچ کس مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته، اما روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده و دو مقام امنیتی که ملیتشان را هم اعلام نکردند، گفته است که اسرائیل پشت این ترور بوده. این هم تجمعی است که به گفته خبرگزاری‌های ایران توسط گروهی از طلبه‌ها و دانشجوها در برابر وزارت خارجه ایران در تهران برگزار شده.
این معترضا میگویند که حکومت ایران نباید این ترور را نادیده بگیرد. آنها خواستار مقابله با اسرائیل و آمریکا هستند. نه سازش، نه تسلیم، نه مرد با آمریکا. تجمع مشابهی در شهر قم نیز برگزار شده. نه سازش، نه تسلیم، نه مرد با آمریکا. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران که رئیس مستقیم آقای فخری‌زاده محسوب می‌شود، روز شنبه با خانواده او دیدار کرد. همسر گرامی شهید عزیزمون تنها خواستش از من این بود که اجازه ندید راه شهید عزیزمون بسته بمونه و اون رو ادامه بدیم. در سطح جهانی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل یکی از نخستین مقام هایی بود که به این ترور واکنش نشان داد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی سخنگوی آقای گوترش منتشر شد، دبیر کل سازمان ملل از ایران خواست تا خیشتندار باشد و از دست زدن به اقدامی تنش‌زا پرهیز کند. اتحادیه اروپا نیز روز شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد. بیانیه‌ای که برخلاف موضع آقای گوترش لحنی صریح داشت و این ترور در آن اقدامی مجرمانه توصیف شد. اقدامی که به نوشته بیانیه برخلاف تمام اصول حقوق بشری است که این اتحادیه به آن باور دارد. اتحادیه اروپا همچنین به خانواده کسانی که در این حمله کشته شدند تسلیت گفت و از مقام‌های ایرانی نیز خواست تا خیشتندار باشند. در اروپا وزارت خارجه آلمان نیز به شکل جداگانه از همه طرفین درخواست کرد که از افزایش تنش بپرهیزند. طرفینی که تنها یک سوی آن یعنی ایران از نظر رسمی مشخص است و طرف دیگر یعنی عامل ترور به شکل رسمی و علنی هنوز مشخص نیست. کیوان حسینی، BBC. کارل بیلت نخست وزیر سابق سوئد و همینطور رئیس مؤسسه مطالعاتی شورای روابط خارجی اروپا از استکهلم سوئد با ما هستند. آقای بیلت، اول می‌خواستم نظر شما رو درباره این ترور بپرسم. Well, it is difficult to interpret as anything else, but خیلی سخت است که این حرکت رو چیزی به غیر از تلاش برای به انحراف کشوندن دیپلماسی تعبیر کرد در آستانه به قدرت رسیدن بایدن. من به هیچ نتیجه گیری دیگه نمیتونم برسم به جز اینکه یک اقدام آمدانه بودش که در یک سطح سیاسی گرفته شد تا بشد برای اون هدف این اقدام را انجام داد. جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خانواده آقای فخری‌زاده تسلیت گفته، با حکومت ایران همدردی کرده، ولی همین الان بعضی از افراد در ایران میگن که همدردی‌های اروپا فقط در حد لفظه. اروپا کاری عملی میتونه بکنه؟ Well, not very much I can do. The murder. کار زیادی نیست که اتحادیه اروپا میتونه انجام بده. ترور انجام شده. ما در گذشته هم این رو دیدیم. اتحادیه اروپا موضع خیلی روشنی گرفته که این غیر قابل قبول هست. این برخلاف اون قواعدی هستش که ما طرفدارشیم و یک موضع خیلی روشن است که اتحادیه اروپا ابراز کرده. اون چیزی که ما میتونیم از طرف اروپا انجام بدیم، امیدوارم که انجام بشه، این هست که تلاش خودمون رو بکنیم که از تنش‌ها کم بکنیم و بکوشیم گفتگوهای دیپلماتیک از سر گرفته بشن و به توافق هسته‌ای برگردیم، توافقی که اروپا، آمریکا و اسرائیل مخالفش هستند. اتحادیه اروپا همیشه ادعای حمایت از حقوق بشر رو داره، حمایت از قوانین بین المللی رو داره. انگشت اتهام به سمت اسرائیل نشانه رفته. اگر ثابت بشه که اسرائیل دست داشته، در اون صورت اتحادیه اروپا چه خواهد کرد؟ اگر ثابت بشه که اسرائیل پشت این کار بوده، اون موقع باید دید واقعا چه کار میکنیم. من که الان نمیتونم بگم، اما این تصوری که خیلی از کارشناسان دارن و در نیویورک تایمز هم گفتن این بوده که کار اسرائیل بوده، اما این به خودی خود کافی نیست که الان بخوادم اقدامی انجام بده. هم مسلمن سایه سنگینی رو بر روی سیاست هایی که قرار حالا در پیش گرفته بشه انداخته. اتحادیه اروپا منتظر فرصتی بوده، بلکه زمینه تجدید قوای برجام فراهم بشه. شما اشاره کردید که تلاشی آشکار برای اینکه مسیر دیپلماسی رو با مشکل مواجه بکنند. چقدر این ترور بازگشت طرف‌ها به برجام رو سخت‌تر می‌کنه؟
این خیلی بستگی داره بر واکنش هایی که در تهران صورت میگیره. اون چه که در تهران تا الان صورت گرفته تا اونجایی که من میبینم میفهمم بله خیلی عصبانی هستند، ولی اعتدال بوده، اعتدال بوده در اونچه که ایران میخواد نشون بده. و بعد یک واکنش در آمریکا داشتیم و اون هم خیلی برمیگرده به اینکه دولت بایدن قصد داره که چیکار بکنه. من امیدوار هستم قدم‌های بعدی طی هفته آینده از طرف اتحادیه اروپا برداشته بشه که ببینن چه راه‌هایی وجود داره که به رغم این خرابکاری‌ها میشه دوباره برگشت به مسیر دیپلماسی. شما خودتون چی فکر می‌کنید؟ آنچه که در ایران رخ می‌ده رو دنبال می‌کنید؟ با سیاست آمریکا آشنایی دارید، اتحادیه اروپا رو به خوبی میشناسید، شانس هنوز هست، وقت این وجود داره که برجام مشکل رو حل بکنه یا مشکل رو در حقیقت ابعاد مشکل رو کمتر بکنه؟ I think there is still hope. بله، من فکر میکنم که این امید وجود داره، ولی نباید ما دست کم بگیریم اون نیروها و عوامل از جمله در داخل ایران، در اسرائیل و حتی در آمریکای جاهای دیگه که نمیخوان این گشایش دیپلماتیک حاصل بشه و توافق هسته‌ای دوباره احیا بشه. ولی امید من این هست که رهبری ایران همچنان به این مسیر متعهد هست، و اگر هم متعهد باشه من خیلی مطمئن هستم، تقریبا میشه گفت یقین دارم که دولت بایدن تمام تلاش خودشو خواهد کرد که به دیپلماسی برگرده. و در نهایت مقام‌های اسرائیلی پنهان نکردند که تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد برای شکست برجام، حتی حرف از حمله نظامی زدند، آنچه هم که الان اتفاق افتاده رو خیلی ها از چشم اسرائیل میبینند. اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی هیچ اهرم فشاری دارند که اسرائیل رو وادار به خویشتنداری بکنند یا اونها رو کنترل بکنند؟ من فکر میکنم اتحادیه اروپا یک سری اهرم هایی داره. البته خب آمریکایی‌ها اهرمشون خیلی بیشتر هست در مناسبت های گذشته و در دولت آینده بایدن. من فکر کنم آمریکایی‌ها خیلی روشن به بنیامین نتانیاهو و دولتش خواهند گفت که اگه بخواد دست به اقدام نظامی علیه ایران بزنه از حمایت آمریکا برخوردار نخواهد بود. آمریکایی‌ها اهرم دارن ولی اتحادیه اروپا کمتر. بسیار ممنونم از کارل بیلت، نخست وزیر سابق سوئد و رئیس مؤسسه مطالعاتی شورای روابط خارجی اروپا. باز هم از استکهلم سوئد سعید محمودی رو داریم، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم. آقای محمودی، حقوق بین الملل درباره آنچه که دیروز اتفاق افتاد در حوالی تهران چی میگه؟ به نظر من از دیدگاه حقوق بین الملل تعریف این اتفاق قتل هدفمنده. البته این به شرطی است که این مطالبی تا حالا گفته شده، یعنی اینکه دولت اسرائیل به احتمال زیاد پشت این قضیه هست، این رو بپذیریم. اگر دولت اسرائیل هیچ کاری با این نداشته باشه، طبعا یه مسئله داخلی است و ایران بعد در داخل با توجه به قوانین داخلیش مسئله رو حل کنه. ولی اگر اسرائیل رو مسئول بدونیم، در اون صورت این یه قتل هدفمنده و این یه پدیده تازه‌ای در حقوق بین الملل. در زمان جورج بوش پسر در واقع از اون موقع شروع شد و دو کشوری که به طور عمده از این مسئله استفاده کردن تا حالا امریکا و اسرائیل بوده، و البته امریکا خیلی بیش از اسرائیل، حتی در زمان اوباما به طور مرتب قتل‌های هدفمند صورت می‌گرفت. اگر بله کلا یا میشه گفت بیشتر این قتل‌های هدفمندی که تا حالا صورت گرفته اهداف تروریستا بودن، یا در واقع افرادی بودن که از دیدگاه امریکا یا از دیدگاه اسرائیل مهر تروریستی روش خورده بود و در نتیجه اونا رو به عنوان تروریست می‌کشتن. تعداد افرادی که مثل مورد دیروز و همطور سایر دانشمندان اتمی ایران که چند سال پیش در ایران کشته شدن، تعداد اینجور قتل‌ها خیلی کمتره. یه مورد خیلی
مهم دیگرش هم سال 2004 بود که باز اسرائیل پشتش بود و اون قتل شیخ یاسین احمد رهبر روحانی حماس بودش. و البته در اون مورد اسرائیل بدون تردید، یعنی خودشون هم قبول کردن و بدون تردید عامل بود. در موارد دیگه هیچ وقت اسرائیل اعتراف نکرده، همطور که امریکا هم اعتراف نکرده. بسیاری میگن که ببخشید پاسخ دقیق سوال شما این است که اینا، اینکه آیا قتلای هدفمند مثل قتل دیروز رو حقوق بین الملل میپذیره، براش توجیه داره یا نه، جوابش این است که از دیدگاه پاره کشورها و نه تنها فقط امریکا و اسرائیل، در پاره موارد این مطلب پذیرفته شده است. استرالیا، احتمالاً کانادا و مثلا قتل رهبر القاعده در 2011 صحیح. اون رو تقریبا هیچ کشوری اعتراض نکرد به معنی کار غیرقانونی، ولی نظر اکثریت حقوق بین الملل دانها و کشورهای دنیا این است که این کار خلاف اصول پایه‌ای حقوق بین الملل، برای اینکه در واقع کشوری که همچین کاری رو میکنه هم خود، اولا این تصمیم معمولا تصمیم‌های دولته نه دستگاه قضایی اون کشور، نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع یا دستگاه امنیتی اون کشور تصمیم گرفتن که یه شخصی تروریست و بعد کشته بشه. بنابراین اون شخص هیچ شانسی برای دفاع عادلانه از خودش در یه دادگاه عادلانه نداره و از این دیدگاه البته خلاف حقوق بشر و قابل قبول نیست. اگر دولتی پشت این قتل باشه، پشت این ترور باشه، آیا این قتل یا این ترور مصداق تروریسم دولتی تلقی میشه یا نه؟ اصطلاح تروریسم دولتی هم بازی اصطلاحی است که در واقع پاره‌ای از کشورها در به خصوص در مورد اسرائیل به کار میبرند و توجیهش هم همین نوع کشتاره. در واقع این که یه دولتی پشت عمل تروریستی، این گروه ها یا افراد عادی نیستن، بلکه یه دولتی است که برنامه ریزی میکنه و این قتل ها رو در سرزمین یک کشور دیگری مخالف اصل حاکمیت و تساوی دولت ها و بدون به اصطلاح رعایت موارد قضایی انجام میده. در نتیجه چی میشه؟ تروریسم دولتی از دیدگاه اون کشورهایی که قربانی هستند در واقع. بنابراین میشه گفت که بله، از دیدگاه ایران قطعا این تروریسم دولتیه و ایران هم تنها نیست، سایر کشورها هم که هدف بودند مثلا یمن، سوریه، افغانستان، پاکستان، در موارد مختلف این اصطلاح رو به کار بودن برای اینکه گفتن حملات امریکا و اسرائیل، به خصوص امریکا، در هیچ کدوم از این موارد مورد قبول این کشورها نبوده و مورد اعتراض نبوده. آقای محمودی، بنیامین نتانیاهو عکس همین فردی که کشته شده رو نشون داد، اسمش رو برد و گفت که اسم این رو به خاطر خود به خاطر بسپارید. دیروز وزیر خارجه ایران به سازمان ملل متحد نامه نوشت. آیا این کافیه برای مثلا اقامه دعوا یا طرح مسئله در مجامع بین المللی؟ به نظر من یک نشانه قوی است، ولی اینکه آیا دادگاه این رو میپذیره بدون اینکه دولت اسرائیل خودش به نحوی مسئله رو بپذیره یا اشاره الان بکنه به این مسئله، یعنی اینکه شما یک کسی رو به عنوان پدر برنامه اتمی ایران در یه جایی معرفی بکنی، در حتی در سازمان ملل متحد، کافی نیست به تنهایی که بعداً بگید چون این شخص چند سال بعد در ایران ترور شده بنابراین حتما کار اون دولته. شواهد همه نشانه اونه، ولی اینکه آیا یه دادگاه بین الملل این رو به عنوان در واقع مدرکی برای مسئولیت دولت اسرائیل میپذیره، امری است که از قبل نمیشه پیش بینی کرد، بستگی داره، باید دید. بسیار ممنونم از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم از همین شهر در سوئد با ما. اما مارکس فیتزپاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک هم از واشنگتن دی سی با ما هستن. آقای فیتزپاتریک، ما در آمریکا دولتی داریم که در حال رفتن هست و دولت منتخبی داریم که در حال تحویل گرفتن کار. جالب این هست که به صورت رسمی هر دوی اونها در مورد آنچه که دیروز در تهران رخ داد سکوت کردن. چرا؟ Well, I can't speak for any of them. من نمیتونم از طرف هیچ کدوم از این دو دولت صحبت بکنم.
این خیلی جالب هست که پرزیدنت ترامپ خودش داشت از مشاورانش درباره گزینه‌هاش راجع به حمله به ایران سوال می‌کرد، ولی بعداً منصرف شد از حمله با موشک و بعد پرسید گزینه‌های دیگه هم چی هست و شاید بهش گفتن یکی از گزینه‌های تو همین حرکتی هستش که اسرائیل کرد. بنابراین ترامپ حامی حرکت اسرائیل هست، طبعاً محکوم نخواهد کرد. حالا میرسیم به دولت بایدن و تیم بایدن. شاید تمایل تیم بایدن، مخصوصا اونهایی که توی دولت اوباما کار میکردن، بخوان محکوم بکنن تروریست اسرائیل رو. اونها قبلن هم محکوم کردن. آخرین باری که در سال 2012 اسرائیل دانشمندان هسته‌ای ایران رو ترور کرد. برای همین تیم بایدن احتمالاً گرایش رو دارن که بخوان محکوم بکنن. اما یک سنت در آمریکا هستش که هر دولت در یک زمان میتونه نظر بده و موضع‌گیری بکنه. الان دولت نمیخواد موضع‌گیری‌هایی بکنه که گویی الان در قدرت هست. اشاره کردید که دولت آقای ترامپ علاقه داشته که در هفته‌های آخر کارش به ایران ضربه بزنه. چقدر احتمال داره که باز هم کاری از این دست انجام بدن؟ Well, Trump's aides argued against. می‌دونید دستیاران دونالد ترامپ گفتند که حمله هوایی به ایران ایده خوبی نیست. دلایل خوبی هم داشتند. ولی وقتی ترامپ یه چیزی بره توی ذهنش، به این سادگی از ذهنش بیرون نمیاد. برای همین من فکر می‌کنم این احتمال وجود داره که چنین اتفاقی بیفته. از طرف دیگه مقامات وزارت دفاع همه مخالف برخورد با ایران هستند. همه میدونن این اقدام خیلی عاقلانه نیست و میتونه باعث افزایش تنش بشه. واقعا دونالد ترامپ احتیاج به چنین کاری نداره. شاید الان دیگه راضی بشه، همین که ببینه اسرائیل یکی از دانشمندان ارشد ایران رو ترور کرد دیگه خیالش راحت بشه. ولی من فکر نمی‌کنم چیزی مثل حمله هوایی در طی دو ماه آینده علیه ایران صورت بگیره. این اتفاقهایی که افتاده در یکی دو ماه اخیر حتما تیم آقای بایدن رو با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. این مشکلات به اندازه‌ای هست که بگیم ممکنه بین ایران و آمریکا در دولت بایدن هم گشایشی حاصل نشه، نتونن با هم دیگه گفتگو بکنند؟ خیر، من فکر نمی کنم که جلوی تعامل بین ایران و آمریکا بگیره. قطعا تعامل و ارتباطات از سر گرفته خواهد شد بین ایران و آمریکا، اما احیای برجام رو مشکل خواهد کرد. میدونین همین الانش هم وعده دولت بایدن که توافق هسته‌ای رو احیا خواهد کرد، حتی داخل حزب خودش، حزب دموکرات ها، با انتقاد مواجه شده. مثلا از طرف سناتور کریس کونز که حتی انتقاد نکرده ولی گفته که نباید برجام رو در شرایطی احیا کرد که نشه جلوی مثلا فعالیت های ایران در منطقه رو گرفت یا جلوی برنامه موشکیش رو گرفت. بعضی هم تو حزب دموکرات گفتن که جو بایدن نباید موقع تحریم ها رو لغو بکنه که مگر اینکه بتونه مثلا قبول کنه که مثلا موقع انقضای برجام مدت زمانش خیلی دیرتر از الان بشه. بر همین کلا بازگشت به برجام همین الان بدون پیش شرط برای بایدن مشکل شده. حالا اگه ایران بخواد دست به اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل بزنه به شکلی که مثلا غیر نظامیان رو بکشه و خدای نکرده غیر نظامیان آمریکایی رو بکشه، اون موقع بسیار دشوار خواهد بود برای دولت بایدن به لحاظ سیاسی که اصلا به نظر بیاد که حتی داره به ایران امتیاز میده. اون موقع فشار رو دولت بایدن خواهد بود که پیش شرط بذاره برای ایران. و بعد وضعیت در ایران از این هم سخت‌تر هست، برای اینکه ترور دانشمند هسته‌ای در ایران موضع تندروها رو تقویت خواهد کرد. اونها اون وقت دنبال پیش شرط‌های خودشون خواهند بود برای بازگشت به برجام. فرض میکنیم که این یکی دو ماه هم بگذره، آقای بایدن به کاخ در کاخ سفید مستقر بشه.
خیلی وقتا بوده که اسرائیلی ها به صورت یک جانبه عمل کردند، خیلی نیاز به اجازه گرفتن از آمریکا نداشتن. به همین شکل اسرائیل سعی بکنه که به ایران ضربه بزنه، در اون صورت هیچ شانسی برای گفتگو، هیچ شانسی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات با ایران برای آمریکایی‌ها باقی میمونه؟ اگر اسرائیل بخواد واقعا اینقدر احمق باشه که چنین کاری بکنه، یعنی توجه نکنه به دیدگاه های دولت جو بایدن، باعث خواهد شد که یک شکاف بزرگی بین اسرائیل و آمریکا پیش بیاد. فکر نمی کنم اسرائیل چنین کاری بکنه، ولی شاید این کارو بکنه. تأثیرش چه خواهد بود؟ خیلی بستگی داره به اینکه دولت جو بایدن چجوری واکنش نشون بده. اگر تیم جو بایدن حملات مثلا اسرائیل علیه ایران رو محکوم کنه یا خیلی آشکارا نشون بده که طرفدار چنین حمله ای نیست، این شاید بتونه کمک اتفاقا بکنه به احیای برجام. ممنونم از مارک فیتزپاتریک، کارشناس مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک. و مردی که مرگش نام او رو به سرخط رسانه ها آورد و ترورش انگشت اتهام رو به طرف اسرائیل چرخوند کسی نبود جز محسن فخری زاده. اما محسن فخری زاده مهابادی کیست؟ ملقب به پدر برنامه نظامی هسته ایران یا صندوق اسرار هسته ایران، از او چه اطلاعات بیشتری داریم؟ او از اعضای عالی رتبه سپاه پاسداران ایران بود و بر روی پروژه های بسیار حساس کار میکرد. دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و اسرائیل می‌گفتند که او به دنبال پیوند زدن صنعت هسته‌ای ایران و برنامه موشکی ایران بوده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصرار داشت که با او مصاحبه بکنه، گفتگو بکنه، ولی حکومت ایران چنین اجازه‌ای را نمی‌داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اون رو در قطعنامه 1737 خودش تحریم کرده بود. گفته میشه که به همراه حسن تهرانی مقدم، دیگر فرمانده ارشد سپاه پاسداران، بارها برای مبادله تکنولوژی موشکی به کره شمالی سفر کرده بود. به گفته رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی، فعالیت‌های او از سال‌ها پیش زیر نظر موساد بوده. رسانه‌های اسرائیل میگفتند که او قرار بوده در کنار چند متخصص هسته‌ای دیگه در سال 88 ترور بشه. در سال 97 شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او نام برد و تأکید کرد که نام محسن فخری زاده رو به خاطر بسپارید. نخست وزیر اسرائیل در حالی که به جزئیات ده ها هزار برگ سند درس کرده مرتبط با برنامه هسته ایران میپرداخت، گفت فخری زاده دستندرکار تولید سلاح هسته ای ایران بوده. به نظر میرسه که همین مسئله باشه که نگاه ها رو به عنوان عامل یا عامر ترور محسن فخری زاده به طرف اسرائیل چرخونده باشه. هرچند که این کشور در این باره سکوت کرده و چیزی رو در این زمینه تایید یا تکذیب نکرده. اما اولی هاینونن، معاون مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناس برنامه تسلیحات هسته‌ای و همینطور پژوهشگر ارشد مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی با ما هستند از واشنگتن دی سی. آقای هاینونن، اسم آقای فخری زاده با پروژه آماد گره خورده بود. چقدر او رو در آژانس بین المللی انرژی اتمی یا در مؤسساتی که برنامه اتمی ایران رو زیر نظر داره میشناختند؟ Actually, quite a lot. You know, we learn about him in 2005 summer. طبیعتاً تا حدی ما در سال 2005 در اولین بار بیشتر از او شنیدیم راجع به فعالیت‌های هسته ایران. او یکی از پیشروهای اون فرایند بود و اون زمان بود که آژانس از او مطلع شد و در پی اون بیشتر فعالیت‌های او رو تحت نظر قرار دادیم، اینکه با کی کار می‌کرد، چه می‌کرد، افراد دیگر که بودند، و برای افکار عمومی در ارتباط با اون زمانی که اون قطعنامه شورای امنیت اسمش مطرح شد
چند قطنامه سازمان ملل اسم او رو در خودشون جا داده بودن و بنابراین این بار بود که تبدیل شد به شخصیتی معروفتر برای افکار عمومی. چرا آژانس میخواست با او صحبت بکنه؟ Well, there was a nuclear weapons development program. خب یک برنامه هسته‌ای رو به توسعه‌ای بود در ایران و ما در سال 2008 توضیح داده بودیم که این مسئله نگران کننده بود برای ما بود و مغایر تعهدات ایران تحت بخش پادمان‌های معاهده عدم گسترش سلاح هسته‌ای یا NPT بود. این زمانی بود که شورای حکام آژانس گزارش خودش رو منتشر کرد و بعد خب شورای امنیت هم قطعنامه‌های پی در پی صادر کرد و بعد هم خب برجام رو داشتیم که تا حدی به این مشکلات پرداخت، ولی خب بعد از اون ما نشت اخباری داشتیم که از فعالیت‌های غیر مجاز ایران حکایت می‌کرد. بنابراین آژانس این فرصت رو می‌خواست که بتونه راستی آزمایی کنه که ایران فعالیت‌های غیر مجاز خودش رو متوقف کرده و فعالیت‌های و مواد هسته‌ای خودش رو تحت پادمان‌ها و کنترلست آژانس قرار داده. نام آقای فخری‌زاده در چند گزارش آژانس اومده بود. مؤسسات اطلاعاتی غربی، سازمان‌های اطلاعاتی غربی هم می‌گفتند که او بر روی بخش نظامی برنامه اتمی ایران کار می‌کنه. ایران اینها رو به شدت رد می‌کرد، ولی هیچ شواهدی در آژانس وجود داشت که تأیید بکنه یا این شک رو ایجاد بکنه که گویا آقای فخری‌زاده به دنبال برنامه اتمی نظامیه؟ Yes. بله، در چندین گزارش و دبیر کل شورای امنیت سازمان ملل هم این رو به رسمیت شناخت وقتی که به واسطه فعالیت‌های هسته ایران تحریم گذاشت علیه ایران، و یکی از جنبه‌های برجام همین بود که برنامه هسته ایران رو حل کنه، روشن کنه و اون فعالیت‌های پیشین غیر مجاز رو اطمینان حاصل کنه که اینها متوقف شدن. و آقای فخری‌زاده نقش کلیدی در اون جنبه از فعالیت‌ها داشت. از نظر شما کشته شدن آقای فخری‌زاده چقدر به برنامه اتمی ایران لطمه می‌زنه؟ Actually, it has several consequences. خب میتونه پیامدهای مختلفی داشته باشه. نه فقط روی برنامه هسته ایران، بلکه روی کار آژانس و جامعه بین‌المللی. قبل از هر چیز وقتی شما یک پروژه مهمی مثل این دارید، لزوماً به یک فرد اتکا ندارید، چون او معاون خودش رو داره، تیم خودش رو داره. ولی خب این یک فعالیت میتونه، این کشته شدن رو میتونه شوکه کنه اون سیستم رو و دیگر افراد و دیگر همکاران رو. الان دیگه نگران سلامتی خودشون خواهند بود، نمیتونن حاصل کنند از امنیت خودشون. دیگر اینکه پیامی که به ایران میده اینه که اونها خب میدونید قضیه نطنز، انفجار نطنز رو هم داریم، این ترورها رو داشتیم، بنابراین این نشون میده که اسرار امنیتی ایران و اون حلقه امنیتی دوچار مشکل شده. و خب ما خیلی وقتا این استدلال رو میشنیدیم که ما میتونیم با آقای فخری‌زاده مصاحبه کنیم برای اینکه او یک شخصیت نظامی است و بنابراین این برای خط قرمز هست برای آژانس، اما از طرف دیگر برای بازرسان آژانس این حیاتی است که بتونن با افراد مصاحبه کنن. ما در مورد عراق، لیبی، آفریقای جنوبی تجربه های مشابه رو داریم در تمام این موارد قبلی که اینا دنبال سلاح هسته‌ای بودن. به تنهایی نمیشه روی اسناد و مدارک اتکا کرد برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که یک برنامه هسته‌ای غیر مجاز منحل شده و برچیده شده. بنابراین مصاحبه با افرادی مثل آقای فخری‌زاده حیاتی است و بنابراین جای تأسفه که او برای مصاحبه در اختیار ما نبود، ولی من فکر می‌کنم که آژانس راه دیگری شاید پیدا کنه که بتونه به این قضیه بپردازه. آیا این ترور برنامه هسته ایران رو به تأخیر خواهد انداخت؟ بله، تا حدی، ولی از طرف دیگه ممکنه که افراد دیگر رو انگیزه بیشتری بهشون بده که برن به این سمت. بنابراین می‌تونه
میتونه پاسخ مخلوط و متضادی باشه. اینکه حالا ایران در این شرایط چه کار میخواد بکنه؟ حالا میخوان که بالاخره اون فعالیت‌های غیر مجازی رو که این آقای فخری‌زاده و دیگران داشتن بین حدود سال 2003-2004 انجام میدن، آیا خواهد خواست ایران که این فعالیت‌ها رو به طور کامل برچنه یا نه؟ این رو باید ببینیم که چه خواهد شد. اشاره کردید که هیچ وقت شرایط گفتگوی مستقیم با آقای فخری‌زاده فراهم نشد، ولی آژانس هیچ وقت تلاش کرد که مثلا از راه‌های دیگه، مثلا از راه مکتوب با اون تماس بگیره و سوال‌های خودش رو با او در میان بگذاره؟ بله، البته ما نامه‌های زیادی نوشتیم در گزارش‌های سه ماهه آژانس، اینا همشون ذکر شده. سوال‌های زیادی مطرح کردیم، مخصوصا سال 2008 گزارشی بود در ماه می 2008 شورای حکام سوال‌هایی رو مطرح کرد به اتفاق آرا با ایران، این سوال‌ها رو برای ایران مطرح کرد، ولی خب این راه خوبی نیست برای اینکه فکت‌ها، واقعیت‌ها، اینها رو از این نامه‌ها نمیشه کشف کرد. فکت‌ها و واقعیت‌ها در میدان هستن، باید رفت اونجا حضوری دید، تأسیسات رو، تجهیزات رو، مواد رو. بسیار ممنونم از اولی هاینونن، معاون مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی و کارشناس برنامه تسلیحات هسته‌ای. کشته شدن محسن فخری‌زاده اولین حادثه از این دست در سالهای گذشته نیست. دست کم در 4 مورد دیگر افرادی مرتبط با برنامه هسته ایران در اثر انفجار بمب یا تیراندازی جان خود را از دست دادند. ایران اغلب اسرائیل را مسئول این حوادث دانسته، هرچند که اسرائیل هیچگاه رسما چنین اتهامهایی را نپذیرفته. اما در صورت صحت ادعای ایران، این سوال مطرح می شود که چرا تهران در حفاظت از شخصیت‌های کلیدی هسته ایش ناکام بوده و اینکه سازمان جاسوسی اسرائیل تا کجا در ایران نفوذ کرده. باران عباسی گزارش می دهد. سریال تلویزیونی تهران ساخت اسرائیل. یه مأمور موساد وارد ایران شده. داستان یک مأمور مخفی موساد در تلاش برای ضربه زدن به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران. اسرائیلیات میخوان یک کار بزرگ بکنن. داستانی که شاید چندان دور از واقعیت نباشد. اسرائیل دست کم در یک مورد انجام عملیات جاسوسی در ایران را تایید کرده. So Iran devised a plan to do two things. تابستان 2018 سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. And here's what we got. پرده برداری از اسنادی که میگوید ماموران موساد از یک مرکز محرمانه در تهران دزدیدند. اسنادی که به گفته اسرائیل ثابت می‌کند ایران تا سال 2003 روی پروژه‌ای به نام آماد کار می‌کرده با هدف ساخت سلاح‌های هسته‌ای و اشاره به نامی که پیش از آن کمتر شنیده شده بود. دکتر محسن فخری‌زاده، مدیر پروژه آماد، این اسم را به خاطر بسپرید، فخری‌زاده. محسن فخری‌زاده دیروز در نزدیکی تهران در یک بمب‌گذاری و تیراندازی کشته شد. رئیس مرکز تحقیقات و نوآوری وزارت دفاع و شخصیتی کلیدی در برخی پروژه‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران. آقای فخری‌زاده شاید عالی ترین مقام مرتبط با بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشد که در سال‌های اخیر کشته می‌شود، اما اولین آنها نیست. دی ماه 88 مسعود علی محمدی، دکترای فیزیک با گرایش ذرات بنیادی، هنگام خروج از منزلش در تهران در اثر انفجار بمبی که به یک موتورسیکلت وصل شده بود کشته شد. یک سال بعد آذر 89 حادثه مشابه به مرگ مجید شهریاری، دکترای علوم و تکنولوژی فناوری هسته‌ای منجر شد. در همان روز فریدون عباسی دوانی هم هدف حمله قرار گرفت اما جان سالم به در برد. او کمتر از 3 ماه بعد به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید. چند ماه بعد در مرداد 90 داریوش رضایی نژاد به ضرب گلوله سرنشینان یک موتورسیکلت کشته شد. دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که بنابر گزارش‌ها درباره سوئیچ‌های انفجاری تحقیق می‌کرد، اما بعضی مقام‌ها ارتباط او با برنامه هسته‌ای ایران را رد کردند.
دیماه همان سال مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تاسیسات هسته‌ای نطنز در اثر انفجار بمب مغناطیسی که به خودروی او وصل شده بود جان خود را از دست داد. 9 سال بعد مرداد امسال و چند انفجار مرموز در ایران. از جمله حادثه در تاسیسات هسته‌ای نطنز، آنچه تهران اقدامی خرابکارانه نامیده اما نامی از عاملان آن نبرده. اسرائیل هیچگاه رسما مسئولیت این حوادث را نپذیرفته، اما بارها هشدار داده که جلوی آنچه برنامه نظامی هسته‌ای ایران می‌خواند را خواهد گرفت. از جمله اینجا خط قرمز بنیامین نتانیاهو برای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. دانشمندان هسته‌ای کشورمون معلوم نیست کشته شدن محسن فخری‌زاده نتیجه فعالیت‌های اسرائیل برای مهار ایران باشد. آنچه مشخص است ناکامی تهران در حفاظت از یکی از مقام‌های عالی رتبه و نادرستی این ارزیابی دبیر شورای امنیت ملی 3 سال پیش. ما هیچ تهدید امنیتی در کشور متوجه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نیست. آقا من مسئول امنیتی کشورم. این مال دهه 60 بود منافقین ترور میکردن، دیگه نمیتونن ترور کنن. زمینی که ما دستگاه امنیتی قوی، نیروی نظامی قوی، سپاه قوی داریم، برای چی میترسیم؟ اتفاق بعد افتاده، همین امروز میخوام گیرش بندازم. و احتمال رخ دادن حوادثی مشابه در آینده، حوادثی که شاید بار دیگر سریال تهران را به خاطر بیاورند. در کارشو میکنن. باران عباسی، BBC. قیس قریشی تحلیلگر مسائل خاورمیانه اینجا در استودیو با من. آقای قریشی، موقعیت ایران خصوصا نهادهای امنیتیش بسیار تضعیف شده، اینطور نیست؟ اولا به عنوان ایرانی باید تسلیت بگم، به هر حال فقدان دانشمند بزرگ سرشناسی مثل جناب فخری‌زاده اولین بار نیست برای اسرائیل. به هر حال از سال 70 ترور دانشمندان، دهه 80 میلادی است، ترور دانشمندان هسته مصری سال 2003 تا 2008 550 فقره ترور دانشمندان فیزیک، شیمی، اساتید دانشگاه در عراق از سوی اسرائیل. به هر حال اسرائیلی کشوریه که ترور یک بخشی از ساختار امنیتیشه. میشه گفت در ایران، میشه گفت یک روزنه ممکنه، یک خلأ جایی در دستگاه‌های امنیتی به وجود اومده، ولی به هر حال یک جنگ امنیتی بسیار بسیار گسترده بین ایران و اسرائیل وجود داره. همونقدر که میشه این شکاف در سیستم امنیتی ایران به وجود بیاد، این شکاف در سیستم امنیتی اسرائیل هم به هر حال هست. کما اینکه 2 سال پیش یکی از وزرای سابق اسرائیل مشخص شد که برای ایران جاسوسی می‌کرده. ببینید قضیه جناب موسوی بزرگتر از اینه. محور اسرائیل و محور اسرائیل سعودی در منطقه با تحولات کاخ سفید و تغییرات رهبری در آمریکا قافیه رو باختن، خودشون رو بازنده بازی میدونن. فشاری که در این 4 سال به جمهوری اسلامی و به ایران اومد به تعبیر اینا میتونست منجر به فروپاشی ایران بشه، منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشه و ایران به هر حال. این اتفاق نیفتاد. ایران از این فشار، از پس این فشار پیروز در اومده. یعنی پیروزی ایران اینه که 12 شرط پومپئو، آقای پومپئو که هسته‌ایتون رو تحویل بدین، موشکاتون رو تحویل بدین، امنیت منطقه رو تحویل ما بدین، امروز دیگه کسی صحبت ازش نمی‌کنه. و در دوره آقای بایدن، یعنی دوران پسا ترامپ، دولت آمریکا به سمت معامله با ایران خواهد رفت، مشخص هم هست، یعنی گفتن اینو. روی این حساب هر بازنده این بازی دنبال زدن زیر میز بازیه و کشوندن ایران به یک جنگ نظامی و یک واکنش نظامی که امکان نداره ایران، این اتفاق از سمت ایران امکان نداره. واکنش ایران واکنش نظامی نخواهد بود در باره این ترورها. سعودی ها فشار زیادی آوردن روی ایران، اسرائیلی ها فشار زیادی آوردن روی ایران، آمریکایی ها فشار زیادی آوردن روی ایران. ایران دیروز تازه ترین نمونهش بود، صدها میلیارد دلار از دست داده، افراد متعددی کشته شدند. سعودی ها و اسرائیلی ها و آمریکایی ها با چه محاسبه قافیه رو باختن در حالی که ایران در چنین شرایطیه؟ ببینید
سعودی ها، اسرائیلی ها و آمریکایی ها، به هر حال اینا مخصوصا اسرائیل و سعودی نظام های نوپایی هستن، یعنی تجربه تاریخی ندارن. دنبال ببینید اقتدار ایران یک اقتدار تاریخیه، من مرتب اینو میگم، یعنی ریشه های این اقتدار چه از تو حوزه منظر مذهبی و چه حوزه فرهنگی و تمدنی یک عمق تاریخی داره. خیلی سخت مبارزه، یعنی بهترین کار اینه که بپذیرن و بیان چارچوب ها رو مشخص بکنن تا اینکه دنبال شکست ایران باشن. شکست ایران در منطقه، در خاک خودش، در سرزمین خودش، در این سرزمین تاریخی از مرزهای افغانستان گرفته تا مرزهای شام گرفته، کار ناممکنیه. اصرار بر این شکسته. به هر حال شما یعنی خیلی به طور مشخصی در 10-12 سال 13 سال گذشته تمام استراتژی سعودی و اسرائیل درباره عراق محکوم به شکست بود. بسیاری در ایران حرف از اقتدار میزنن، ولی این اقتدار برای اون کارگری که حقوقش رو نگرفته، اون معلمی که معترضه، اون خانواده‌ای که با فشارهای اقتصادی که بخشش هم به تحریم برمیگرده دست و پنجه نرم می‌کنه، چه مفهومی داره؟ ببینید به هر حال اون کارگری که امروز گرفتاره، این نمیشه منکر شد، به هر حال فسد شد، این تروریسم اقتصادی که علیه ایران در مخصوصا در 4 سال گذشته به پا شده، نمیشه منکر آسیبش به جامعه و جامعه مدنی و بخش طبقه کارگری نمیشه منکر شد. اما ببینید همون کارگر هم در نهایت دنبال یک استقلال برای کشور خودش، همون کارگر هم نمیپذیره که دانشمند یکی از پرآوازه ترین دانشمنداشو وسط خیابونای تهران بیان ترور بکنن. این جنگ به هر حال این جنگ بر ایران فرض شده. ایران در قامت واکنش به این طور جنگیه. ایران کنشگر نبوده هیچ وقت. جنگ حداقل در 200 سال گذشته از سمت ایران به هیچ کدوم از کشورهای همسایه و جهان ولی در مورد همین اسرائیل، گروه هایی که از ایران اسلحه میگیرن، پول میگیرن، به طرف اسرائیل موشک شلیک کردن، افراد متعدد رو کشتند. هر نوع تهدید امنیتی که شما تصورش رو بکنید، از غزه، از لبنان و از جاهای دیگه علیه اسرائیل ایجاد کردند. این واکنش به هر حال اسرائیل امروز مشخصا، امروز جمهوری اسلامی نرفته یک دانشمند هسته‌ای رو در اسرائیل ترور بکنه، امروز اسرائیل دانشمند هسته‌ای ایران رو، یک شخصیت علمی ایرانی رو در ایران ترور کرده. قطعا واکنش های هم خواهد داشت. من مطمئنم این واکنش ها نظامی نخواهد بود، حمله نظامی از سمت ایران به همسایه‌ها به کشور اسرائیل اتفاق نخواهد افتاد، ولی واکنش در حد همین کار اسرائیل محتمله در 50 روز یا بعد از 50 روز. ممنونم از قیش قریشی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، اینجا در استودیو. محسن فخری‌زاده در کنار قاسم سلیمانی و حسن تهرانی مقدم از شخصیت‌های کلیدی و البته کمتر شناخته شده در برنامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران بود. از این سه نفر که هر کدام در رأس یکی از حوزه‌های نفوذ منطقه‌ای، تولید موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های اتمی ایران بودند، محسن فخری‌زاده و قاسم سلیمانی ترور شدند و حسن تهرانی مقدم هم به گفته بعضی رسانه‌ها در انفجار ناشی از خرابکاری کشته شده. هرچند مقام‌های ایران اصرار دارند که مرگ او بر اثر حادثه در حین جابجایی سوخت و مهمات بوده. علی خردپیر نگاهی کرده به این موضوع. برای همیشه خون شهید فخری‌زاده، امنیت هسته‌ای، امنیت سایبری، امنیت بیولوژیکی این مملکت را تأمین خواهد کرد به کوری چشم ملافه. امنیت، کلید واژه‌ای در توجیه سیاست‌های منطقه‌ای، موشکی و هسته‌ای ایران. شخصیت‌های کلیدی اجرای این سیاست‌ها گویا بهره چندانی از امنیت نبردند. آبسرد دماوند، شاهد ترور محسن فخری‌زاده مهابادی از مهمترین مهره‌های فعالیت اتمی ایران. فخری‌زاده از سپاه به حوزه اتمی پا گذاشته بود و حکومت ایران از او به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می‌کند. اگرچه این رویداد دنباله ترور دیگر کسانی تعبیر می‌شود که دانشمندان هسته‌ای لقب گرفتند، اما جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دیگر هم مهره‌های کلیدی از دست داده. حسن تهرانی مقدم، رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه، چهره‌ای که او را یکی از پایه‌گذاران یا حتی پدر برنامه موشکی ایران دانستند. به یکی از
عملیات‌های موشکی ما آبان 1390 در پی انفجاری در پایگاه مدرس در حوالی شهریار کشته شد. 100% خیلی سخته که پدرم در کنارم نباشن. اما خب به جز کشورم امنه، امنیت داره. فعالیت موشکی از جمله خطوط قرمز و در زمره برنامه راهبردی است که در کنار نفوذ منطقه‌ای ایران میگوید دربارش زیر بار مذاکره نمی‌رود. در کنار فعالیت اتمی و تولید موشک‌های بالستیک، حضور یا حمایت نظامی برون مرزی ایران هم ضلع سوم برنامه است که دور از نظر نمانده. سال گذشته قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در بغداد هدف گرفته شد. عادت سردار سلیمانی شرایط ما طوری پیش اومد که ما تا لحظه جنگ پیش رفتیم. دو تا از پایگاه‌های ما پرواز انجام دادن. ایران سه مهره در رأس حوزه‌های اصلی برنامه راهبردیش را در کمتر از یک دهه از دست داده. گرچه سرانجام این کشمکش روشن نیست و اسرائیل هم مسئولیت رسمی و مستقیم در این عملیات نپذیرفته، اما در آستانه تغییر دولت آمریکا شاید اسرائیل بیش از هر زمانی در این روزها نیازمند واکنش تهران باشد. علی خردپیر، بی بی سی. باراک راوید خبرنگار اسرائیلی نشریه خبری اکسیوس از تل آویو با ماست. آقای راوید، برنامه اتمی ایران وابسته به فرد نیست. اگر اسرائیل پشت این ترور باشه چه به دست آورده؟ فکر میکنم اهداف متعددی برای یک چنین حمله میتونه باشه. اولین اون اینه که مقام های اسرائیلی ادعا میکنند که آقای فخریزاده نقش خیلی کلیدی در برنامه هسته ایران داشت، نقش مرکزی داشت. بله، شما درست میگید، او یک فیزیکدان بود و فیزیکدان های زیادی هستند در ایران و خب هر کسی نقش خودش رو داره، اما مقام های اسرائیلی مدعی هستند که کشتن فخریزاده به واسطه برنامه هسته ایران اون اثر روی برنامه هسته ایران خواهد گذاشت که کشتن قاسم سلیمانی و نفوذش در نیروی قدس و توسعه طلبی ایران در منطقه داره. بنابراین این دوتا رو با هم مقایسه میکنن. طبیعتاً این به این معنی نیست که برنامه هسته ایران الان نابود شده یا اینکه به پایان رسیده، البته که نه، ولی مقام های اسرائیلی ادعا میکنن که این یک ضربه بسیار بزرگی است برای این برنامه. آقای راوید، مساحت اسرائیل بسیار کمه در مقایسه با خیلی از کشورهای منطقه. اسرائیل در تیررس موشک‌های ایرانه. آیا این نگرانی وجود نداره که ایران تلافی بکنه و اسرائیل بهای سنگین بپردازه؟ فکر میکنم اسرائیل در این چند سال اخیر همواره در رویاروی مستقیم بوده با ایران. همه این رو میدونن و به خصوص در سوریه این قضیه کاملا مشهوده، جایی که هم نیروهای سپاه رو داریم و هم نیروهای طرفدار ایران رو داریم، شبه نظامی ها و نیروهای نیابتی ایران که قدس اونها رو تعلیم میده و هدایت میکنه و اسرائیل با اینها به اینها حملات هسته‌ای کرده، حملات هوایی کرده. سالهاست که اینها رو در سوریه میزنه، این نیروها رو، و ده‌ها نیروی سپاه ایران در سپاه پاسداران ایران در سوریه به دست نیروی هوایی اسرائیل کشته شدن. بنابراین این رویاروی همین الان هم وجود داره و تنش بین دو طرف داره همینطور بیشتر هم میشه و اسرائیل الان داره آماده میشه برای یک حمله یا انتقام احتمالی ایران. اما اگر به گذشته نگاه کنیم، به این چند سال اخیر نگاه کنیم، وقتی که اسرائیل اومد و باز همطور گفتم عملات هوایی کرد به هدفهای ایرانی داخل سوریه، هر بار ایران خواست که انتقام بگیره از طرف سوریه و خواست از اونجا انتقامش رو بگیره، در نهایت به هدفش نرسید. برای اینکه در نهایت امر اسرائیل از نظر اطلاعاتی خیلی وضعش خوبه، میتونه همه حمله‌های ایران رو پیش بینی کنه و توانایی‌های عملیاتی ایران هم در نهایت داخل سوریه خیلی واقعا
در حد میانه یا ضعیف هستن. بنابراین طبیعتا اسرائیلی ها میدونن، جامعه اطلاعاتی نظامی ایتالیا اسرائیل میدونه که ایران میخواد انتقام بگیره، اما اینکه قدرت اون رو داشته باشه یا نه یک بحث دیگری است. کمتر از دو ماه به آغاز کار جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا باقی مونده. چرا اسرائیل در این یکی دو ماه باقی مانده تلاش زیادی داره؟ در این یکی دو ماه چه اتفاقی ممکنه بیفته که فضا رو به نفع اسرائیل علیه ایران عوض بکنه؟ Well, I think that first the Trump administration. قبل از هر چیز دولت ترامپ، البته میدونیم که دونالد ترامپ که الان در این باره کشتن فخریزاده توییت هایی رو ریتوییت کرد و خب علامت این بود که از اون قضیه، از این اقدام حمایت میکنه و خب خیلی روشن در واقع حمایت کرد از این. و فکر میکنم که برای همه روشنه که تحت دولت بایدن اسرائیل شرایط بسیار دشوارتری خواهد داشت برای اینکه بخواد چنین اقداماتی رو بکنه و من مطمئن نیستم که بتونه چنین کارهایی رو بکنه بدون اینکه بعد با آمریکا روبرو بشه و مشکل پیدا کنه. بنابراین اسرائیل تا حد زیادی میخواد که خیلی زود قبل از مراسم تحلیف بایدن این اقدام‌ها رو انجام بده. نکته دوم، سیاست به اصطلاح کمپین فشار حداکثری که به اوج خودش رسیده بود در این 4 سال اخیر با دولت ترامپ، الان میخوان که یک شرایطی رو در میدان ایجاد کنند و فشارهایی بین ایران از یک طرف و آمریکا از طرف دیگر ایجاد کنند که این برای آقای بایدن، پرزیدنت بایدن دشوار باشه که برگرده به توافق هسته‌ای سال 2015. بسیار ممنونم از باراک راوید، خبرنگار اسرائیلی نشریه خبری آکسیوس از تل آویو با ما. ممنونم که با این برنامه 60 دقیقه ویژه همراه بودید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنونم از همراهی شما. البته باید اضافه بکنم که بخشی دیگر از برنامه 60 دقیقه همچنان ادامه داره. تا چند دقیقه دیگه با اولین قسمت از برنامه ویژه 100 زن با شما خواهیم بود، برنامه‌ای که از امشب شروع شده و تمام طول هفته ادامه خواهد داشت و هر شب با شماری از نخبگان زن صحبت میکنیم. Mariam's work not only solved problems, but it also brought other problems into reach. A1 to AN determines a shape like this. She had this catchphrase, like, how can it be? If something had to be true, she'd be like, how can it be that this isn't true? Before she writes this, there was no resource for the students to study. سالی پرچالش اما متفاوت.
زنانی در صف اول مبارزه با کرونا. پیشرو در تکنولوژی. زنانی که چالش ها را به فرصت تبدیل کردند. همه اینها در برنامه 100 زن امسال از شنبه تا چهارشنبه در بی بی سی فارسی. خوش آمدید به اولین برنامه از سری برنامه‌های 100 زن امسال. برنامه اول رو با حضور زنان در حوزه‌های علم و تکنولوژی شروع می‌کنیم. در برنامه امشب از معماری در ایران تا مهاجرت به آمریکا، بهناز فرحی از تلاش‌هایش برای پیوند بین معماری و فناوری می‌گوید. مشکلات فیلمسازان زن در افغانستان، رویا سادات کارگردان افغان از چالش‌های فیلمسازی در این کشور می‌گوید. بهناز فرحی، معمار و طراح، حدود 10 سال پیش برای گذراندن فوق لیسانس دومش در رشته معماری راهی آمریکا شد. او در این راه با چالش‌های مهاجرت و سبک آموزشی جدید روبرو می‌شود که به گفته خودش کمک می‌کند تا خود را به عنوان یک زن بهتر بشناسد. او با طراحی‌های تعاملی‌اش توانسته بین معماری و صنعت مد تلفیق ایجاد کند. به مناسبت 100 زن، فرحین تقی‌زاده با او گفتگو کرده و در این گفتگو او با بیان گوشه‌ای از فعالیت‌هایش تلاش کرده تا راهی برای نسل جدید زنان ایرانی به تصویر بکشد تا آنها هم بتوانند در دنیای تکنولوژی نور تازه‌ای بتابانند. سلام، اسمم بهناز فرحی هستش. من معمار و طراح مقیم لس آنجلس هستم. بعد از اینکه معماریم رو در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه شهید بهشتی تو تهران گرفتم، اومدم آمریکا برای اینکه فوق لیسانس دومم رو در رشته معماری از دانشگاه USC بگیرم. بعد از تموم شدن اون PhD‌م رو در رشته میدیا آرت از دانشگاه USC گرفتم و در حال حاضر هم استاد دانشگاه کالیفرنیا استیت لانگ بیچ هستم. پروژه ماسکای من از نقاب زنای بندری جنوبی ایران الهام گرفته. از لحاظ طراحی برای من خیلی جالب بود که به طراحی این نقاب ها نگاه بکنم، به خاطر اینکه این نقاب ها تمام صورت رو به غیر از چشم ها می پوشند. بنابراین این چشم ها به یک المان تاثیرگذار و مهم برای ایجاد ارتباطات در واقع استفاده می شده. این ماسک ها لغت هایی رو تولید می کنن، جمله هایی رو تولید می کنن که این جمله ها توسط پروسسور یا مایکرو پروسسور تبدیل به کد مورس میشه و اون کد مورس مخابره میشه به اجزای متحرک یا اکچویتوری که در واقع در سطح ماسک وجود دارن. یه بخش دیگه مهم این کار همین بودش که ما چجوری میتونیم یک المان سنتی ایرانی رو در واقع استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم با تکنولوژی‌های جدیدی مثل روباتیک و هوش مصنوعی تلفیق بکنیم و بتونیم یک ایده جدیدی برای ارتباطات بین زنها بیان بکنیم. برای من جالب بود که خیلی سریع این عرصه رو بتونم بستش بدم به طراحی لباس و فشن، در واقع چیزهایی که ما میپوشیم و نه تنها اون، بلکه بتونیم به عرصه طراحی سنتی و طراحی اشیایی که در واقع در اطرافمون هستن حتی بست بدیم.
ترم اولی که در واقع دانشگاه رفتم اینجا تقریبا 10 سال پیش میشد، یک ایده رو بردم سر کلاس و یکی از استادام گفت خب این ایده خیلی خوبه ولی برو بسازش. من خیلی خوب یادمه که اون لحظه دقیقا حتی نمیدونستم باید از کجا شروع بکنم. من نمیدونستم که شاید به عنوان یک زن میتونم با ابزارالات بزرگ، ماشینالات بزرگ، حالا با روباتیک آرم یا در واقع ربات های بزرگ بتونم کار بکنم. ولی یادم اون ترم خودم رو در واقع توی ورکشاپ پیدا کردم و از صبح تا شب فقط داشتم میساختم و یاد میگرفتم که با این ماشینالات بتونم چجوری کار بکنم. این اون جایی بودش که من احساس کردم من هویت اصلی خودم رو پیدا کردم. این اون فضایی بود که داشت به من قدرت میداد و من احساس میکردم خیلی از سوالها و خیلی از نگرشهایی که من به عنوان یک زن از خودم داشتم داشت تغییر میکرد و اون چیزی که من خیلی علاقه داشتم تو خودم پیدا بکنم داشت رشد میکرد. امیدوارم بتونم این رو به گوش نسل بعدی زنان و دختران ایرانی هم برسونم که فرای اون چیزی که جامعه از شما میخواد، خانوادتون از شما میخواد و یا حتی خودتون از خودتون انتظار دارید، بتونین فرای اون انتظارات آرزو بکنین و در واقع به سمت اون آرزوها پیش برین و استمرار داشته باشین توی اون مسیری که دارین و هر کاری رو که دارین انجام میدین، هر نوع مسئولیتی رو در جامعه، در خانواده وقتی دارید انجام میدید، اون مسئولیت رو با اعتماد به نفس و اقتدار انجام بدید. من معتقد هستم که این اون چیزی هستش که نسل بعدی ما رو میتونه در واقع به جاها و موفقیت‌های بزرگتری برسونه. بهناز فرحی بود. چه کار جالب و متفاوتی. دو مهمان داریم، ندا حجازی اخترشناس که از تورنتو کانادا با ما هستن و اینجا در استودیو سپیده چکاوه استاد علوم داده در دانشگاه آکسفورد و متخصص هوش مصنوعی. خانم چکاوه جالب، مخترع هستید، هوش مصنوعی هم به کارتون میاد. یه کمی در مورد کارتون بگید. والا من بک‌گراندم این استش که قسمت من دکترامو تو در واقع توی فیزیک نجومی گرفتم و الان کاری که میکنم اینی که تدریس میکنم تو قسمت علوم داده و تو قسمت هوش مصنوعی. بعد کنار این هم من یک ستارتاپی برای خودم درست کردم که این ستارتاپ رو قسمت های ویدیو انالیتیکس و سیستم های ارتباطی کار میکنه. یکی از کارهایی که من تازه انجام دادم و این یک سیستمی رو ساختم که این سیستم اجازه میده هر کسی گروهی مثلا در توی این یک سیستمی هست به اسم پیکسل چت که اجازه میده هر کسی به زبان خودش در همه جای دنیا با دیگری بتونه ارتباط پیدا بکنه بدون اینکه زبان مشترکی داشته باشه. چه جالب. یعنی مثلا کسی که زبان انگلیسی نمیدونه بتونه با کسی که زبانش انگلیسی ارتباط برقرار. بله ببینید، الان مثلا سیستمی که من ساختم یه سیستم ارتباطیه و این سیستم ارتباطی یه چیزی هست مثل زوم یا مثل سکایپ، ولی زوم و سکایپ به یک زبان وابسته هستن. سیستم پیکسل چت سیستمی هستش که هوش مصنوعی رو توی ارتباطات گذاشته. یعنی شما مثلا با یک کسی فارسی صحبت میکنید، یه نفر دیگه توی این اتاق پیکسل چت داره ایتالیایی حرف میزنه، که چینی حرف میزنه، شما تمام حرفای این شخص ها رو به زبان فارسی در ترجمه همزمان انجام میشه در بله. این چت روم. بله ولی ترجمه نیست، یعنی در دستگاه ارتباطی هستش که ترجمه درش ساخته شده. صحیح. چقدر جالب. شما خب کارتون با مطالعه در زمینه نجوم شروع شده. خانم حجازی که در تورنتو کانادا هستن هم فیزیک اتمی و مولکولی خوندن و همینطور اخترشناس هستن. شما در مورد کارتون بگید. شنیدم که در مورد کهکشان راه شیری و یک نوع باستانشناسی فضایی خیلی ویژه کار میکنید.
استرونومی یا نجوم یه رشته بسیار گسترده است و خب شاخه‌های مختلفی داره. یکی از این شاخه‌هاش خب اصطلاحاً میگن گالاکتیک آرکیالوجی یا باستان شناسی کهکشان خودمون راه شیری، که در اون به بررسی در واقع شکل فعلی و نحوه تشکیل و تحول این کهکشان میپردازیم. حالا شما در نظر بگیرید مثلا یک کهکشانی رو غیر از کهکشان خودمون از بیرون می‌خوایم مطالعه بکنیم. خب چون در بیشتر موارد ما یه دید کلی از در واقع ساختار این کهکشان داریم، میتونیم با یه سری اندازه‌گیری هایی به نتیجه هایی در مورد حالا شکل هندسیش یا حالا توزیع شیمیایی و یا حرکتی بین اجزای مختلف این کهکشان برسیم. اما اگر در داخل سیستم کهکشان راه شیری باشیم و با توجه به اینکه ما در واقع در مرکز کهکشان هم قرار نداریم، در پیرامونش هستیم و به خاطر یه سری موانعی که در واقع مثل غبارهای میان ستاره‌ای هست، ما به طرف دیگر کهکشان در دسترسی کامل نداریم و در نتیجه نقشه برداری از کل سیستم کار بسیار دشواری است و ما مسلما به جمع‌آوری داده ها برای تعداد بسیار زیادی ستاره نیاز داریم که همراه با مدل های تئوری بتونیم به سه نتیجه گیری هایی برسیم. خانم حجازی، تخمین زدن چقدر طول عمر کهکشان راه شیریه؟ میدونیم که چند ساله از کهکشان راه شیری؟ کلن تا حالا به هر حال با استفاده یه سری اندازه‌گیری هایی که تا حالا شده و یه سری تخمین هایی که زده بین 12 تا 13 در واقع بیلیون years هست. ولی حالا این حالا تو چقدر عمری کنه من فعلا ما کاری انجام ندادیم، ولی عمرش به هر با استفاده از یه سری در واقع ستاره های بسیار بسیار old یا پیر به این نتیجه رسیدن که بین 12 تا 13 بیلیون سال هست. 12 تا 13 میلیارد سال. خیلی. بله. به نظر میاد که خیلی هم جوونه در مقایسه با بعضی از کهکشان های دیگه. در هر صورت خانم چکاوه، حوزه تکنولوژی هم حوزه مردانه به حساب می اومده سالها، چقدر کار در این حوزه برای شما دشوار بوده؟ من چون مهندسی الکترونیک خوندم برای اون خیلی سخت‌تر بود نسبتاً. بعد من فکر می‌کنم وقتی شما نگاه بکنید به کشورهای مختلف، این تصور اینی که مثلا آیا ما رشته تکنیکی می‌خونیم، رشته مهندسی می‌خونیم، رشته علمی می‌خونیم، من فکر می‌کنم خیلی وابسته است به فرهنگ اون گروه کشورها. مثلا در یک کشوری مثل انگلستان یا مثلا حتی در کشوری مثل من تو آلمان هم کار کردم، مثلا یک کشوری مثل آلمان و انگلستان، این یه مقداری وجهه مثلا توی مهندسی یه چیزی هستش که خیلی ماسکلینه، خیلی مردانه به نظر میرسه. در صورتی که مثلا اگر شما نگاه بکنید کشورهای مثلا مثل سنترال امریکا یا مثلا حتی کشورهای لاتین که هستن، تعداد خانوم هایی که تو این قسمت ها کار میکنن خیلی بیشترن، حتی مثلا در هندوستان یا مثلا در چین. من فکر میکنم این یه مقدار دید فرهنگی هست، ولی چون من در واقع اصلم ایرانی هست، این رو برام اونقدر مشکل دید سخت نبوده، ولی خب وقتی که به پرکتیس که میرسه که مثلا کار عملی میرسه که میخوان مثلا به یک کسی یک کار رو بدن یا ندن، در واقع خب خیلی چیزا هست. البته این در این سالهای گذشته به خاطر این برنامه‌ای که میذارن مثلا affirmative action یا مثلا اینجور که representative باشه، خیلی خانوم ها بیشتر الان هستن توی این قسمت. برنامه های آگاهی بخشی که شکاف های جنسیتی رو کمتر میکنه. فضای اخترشناسی هم خانم حجازی فضایی است جنسیت زده؟ من فکر نمی کنم. در واقع در جوامع غربی البته زنان نقش بسیار مهمی در علم نجوم داشتن و این در واقع نقش با گذر زمان خب پررنگ‌تر هم شده، ولی خب من احساس می کنم در کشورهای مثل خب کشور ایران خب هنوز این علم هم جا نیفتاده و خب به هر حال مردم خیلی آینده روشنی در برای کار کردن در این رشته نمی بینن و خب مسلماً بچه‌هاشون مثلا دختراشون رو برای در واقع ادامه تحصیل در این رشته
تشویق و ترغیب نمی کنن و نتیجه هم مثلا یک خانم دختر خانم دانش آموز ایرانی اگر مثلا به این رشته علاقه من باشه و بخواد حالا در این رشته تحقیق بکنه باید یه راه نسبتا دشواری رو طی بکنه. جالبه خانم چکاوه، فکر میکنید که چقدر برای شما موفقیت در دسترسه، خصوصا همین پروژه استارتاپی که دربارش دارید روش دارید کار میکنید، یعنی تبدیل بشه به چیزی مثل زوم که الان یک اپلیکیشن بسیار سوداوره؟ منظورتون از دقیقاً من معنا که همه ازش استفاده کنن، مثلا الان از فیسبوک، واتساپ، زوم، بقیه بله. اپلیکیشن ها استفاده میکنن و اینا هم خیلی پولسازن. بله ببینید من فکر میکنم که مثلا یه سیستم مثل زوم یا سکایپ یه سیستمی هستش که نسبتاً این به نظر من یک تکنولوژی اتفاقیه، یه کسی استانداردی رو گرفته دور این یه سری کاربرد اپلیکیشن درست کرده و اینها و بعد مردم شروع کردن ازش استفاده کردن و این رفته مثلا خیلی استرونومیکال شده. سیستم پیکسل چت یه سیستم هستش که پرپس بیلته، یعنی سالها طول کشیده تا این ساخته بشه و من با دید اینی که مثلا در عرض 50 سال آینده این چه جوری انجام میشه اینجوری من اینو مهندسیش کردم و این یک چیزی هستش که پایه هاش بر اساس علمی ساخته شده و من امیدوارم که این یک وسیله باشه که بتونه مشکل ارتباطات زبانی بین مردم رو برداره، به خاطر اینکه شما میتونید در آن واحد با همه ارتباط مکالمه بکنید. درسته. خانم حجازی چه توصیه‌ای دارید؟ چی فکر میکنید در مورد خانم‌ها، خصوصا خانم‌هایی که بخوان وارد عرصه نجوم بشن؟ من کلا خیلی ایمان دارم که خانم ها مثلا خانم های ایرانی خب خیلی بسیار توانمندن و اگه خب تلاش بکنن به هر حال اون راه رو پیدا میکنن تا به اهداف خودشون برسن. حتی من اگر با اینکه در جاهایی که کار کردم حالا مثل کانادا یا آمریکا من نمیتونم بگم حالا کاملا مشکلی ندارم و هنوز با اینکه حالا ظاهرا تفاوتی بین زن و مرد نیست در این رشته هنوز یک در واقع اون رقابت بین زن و مرد در بعضی جاها هنوز وجود داره و احساس میشه و خب به هر حال باید مثلا به عنوان مثال اگر یه خانومی بخواد حالا یا کسی بخواد برای کار کردن در یک مرکز تحقیقاتی حالا درخواست کار بده و اگر اون کارفرما مرد باشه، مردها معمول در اصل نه همشون، بعضی از کارفرماهای مرد باز ترجیح میدن که مرد رو انتخاب کنن مگر اینکه اون خانم درخواست کننده یک رزومه بسیار متفاوتی رو ارائه کرده باشه که خب نشون میده که زنها هنوز بلکه خودشون رو نشون بدن باید خیلی بیشتر از مردها تلاش بکنن تا بتونن در این عرصه رقابت کنن. بسیار ممنونم از ندا حجازی در تورنتو کانادا، فیزیک اتمی و مولکولی و اخترشناس هستند و در این زمینه ها میدونند و همینطور خانم سپیده چکاوه مهندس الکترونیک و دکترای اختر فیزیک و علوم فضایی تجربی. رویا سادات فیلمساز زن افغان از تأثیرگذارترین چهره ها در سینمای افغانستان است. او که بعد از پایان حکمرانی طالبان در این کشور فعالیت های سینمایی خود را آغاز کرده با تولید فیلم های بلند سینمایی، مجموعه ها و مستند تلویزیونی به چهره ای الهام بخش تبدیل شده. رویا سادات ده ها جایزه بین المللی سینمایی را به دست آورده و خانه فیلم رویا رو بنیان گذاشته که از 7 سال قبل تا حالا هر سال جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات رو در افغانستان برگزار میکنه. خبرنگار ما نسرین نوا پای صحبت او نشسته. من رویا سادات هستم، فیلمساز. در ولایت هرات تولد شدم، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی لیسانس گرفتم و به سال 2006 از اکادمی فیلم آسیا از یک دوره آموزشی فارغ شدم. با اولین فیلمم با فیلم سنخته وارد دنیای سینما شدم و مجموعی از فیلم های مستند، فیلم های داستانی، سریال های تلویزیونی کارگردانی کردم. بدون شک می فهمیدم که راه آسانی نیست. حتی با اولین روزهایی که من فیلم خود را آغاز کردم از خانواده شروع
تا همسایه و اجتماع و آرام آرامی که با اجتماع بزرگتر ما آشنا شدم و مردم برشناختن. خاطرات بسیار زیاد داریم، هم از اینکه مردم استقبال کردن، هم از عکس العمل های بسیار تنده که تا ما یادم هست در یکی از مناطق دور دست ما برای فیلم برداری رفتیم، مردم همو قریه و منطقه در روزای اول با سنگ دنبال ما حرکت کردن که یک تیم آمدن، ولی بعد از گذشت دو سه روز امرای ما همکار شدن. یک تاثیر خود فیلم و تصویر و تصویری که در واقع تو برای مردم میدی و از اون طریق پیام میرسانی و از طریق روشنگری میکنی، از اون طریق بسیاری از تابوهای اجتماعی مشکنانی و مردم دعوت میکنی به این گفتمان، یکی تاثیر خود تصویر هست و یکی نبض حضور یک زن در کار مثل سینما و فیلم. سینما و فیلم و رسانه هنوز جز تابوهای اجتماعی در افغانستان برای عام مردم شمرده میشن. اما فکر میکنم به طول 20 سال کارهایی که ما در حوزه سینما مخصوصا از آدرس زنان انجام دادیم، بیشترین تغییر در این قسمت در نگاه مردم به وجود آورد. رویا فیلم از مجموعه کارهایی که ما و الکا و عزیز داشتیم در حدود بیشتر از 60-70 جایزه بین المللی به دست آوردیم که به هر حال به جشنواره بسیار معتبر مخصوصا در سالهای اخیر فیلم های ما کاندید بود. بیشتر فیلم ها و سریال های تلویزیونی که ما ساختیم، فیلم های مستند در مورد زن ها هست و شاید یعنی من به یقین گفتم میتونم که سالهای اول من به این فکر نبودم که میبیام فکر کنم و موضوع و داستان اولین فیلم ما و دومین فیلم ما بیای راجع به زن ها باشه. قصه ها به سمت ما بیشتر میامد. یکی از علت های بسیار عمده بنیانگذاری جشنواره در سال 2013 ای بود که اگر یادتان باشه در اون سال خودسوزی در شهر هرات، مخصوصا خودسوزی زنان و قتل‌های ناموسی بسیار زیاد شده بود. فکر کردیم که اگر در نام شهر هرات مسمی شوه اتفاق خوب خواهد بود که ما از طریق نمایش فیلم هایی که از هر جا بر ما با موضوع زنان میرسه ما سر معضلات و مشکلات که زنان در افغانستان به دست پنجه نرم میکنند بپردازیم. با دعوت مهمان ها، با نمایش فیلم ها، از یک طرفی که ما دروازه های فرهنگ های مختلف از طریق نمایش فیلم ها برای افغانستان و برای عام مردم باز میکنیم، ما یک تصویر متفاوت از افغانستان برای دنیا نشان میدیم. ممنونم از این که بیننده برنامه ویژه 60 دقیقه بودید و خصوصا این بخش از برنامه 60 دقیقه که برنامه 100 زن هست. همیشه رسم بر این بوده که برنامه های 100 زن رو با اجرای زنده موسیقی در استودیو به پایان ببریم، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال برنامه ها متفاوت هست. برنامه امشب رو با اجرایی از سپیده رئیس سادات و کیان سلطانی نوازنده ویولونسل به پایان میبریم که قطعه هست ساخته ایمان وزیری. باید اضافه بکنم که در شبهای آینده البته برنامه صد زن جزئی از برنامه 60 دقیقه خواهد بود و در حقیقت به شکل عادی برنامه های ما ادامه خواهد یافت. توجه شما رو جلب میکنم به این قطعه موسیقی.
شود بایا از او کوه احد پار شود خاص شما عشق و چخو خار شود است